من گن گیان چیزی نمیبینی؟ نه تاریخ همه جا هیچی دیده نمیشه. آخش چه خوب شد، چه کارش کردی؟ هیچی، یکم فوتش کرده به کلت میرسی. ای رحمت به اون فوتت، عالی شد. ماشه میدونم شان قصده دیگه من فکر بکن بری چه سخورمه میزنی تو آو امو که او سخورمه کجا بود؟ این پیش رفته تری روش مساج دنیاست. سه هفته تمام رفتم دوره شو دیدم با من دیپلم مساج داره. من گفتم ماساژ کمر من بدی آخه درست؟ ها؟ من گفتم کمر من صفت بگیر، گفتم ای توفنگ لگت داره، گفتم موقع تیراندازی دوباره دیسک مثل گردکان نزنه بیرون. چشم خودی باور کنم اون کاوس به خاطر همین مسئله توی شرق آسیا کم 500 دلار میدن کمر میکنه عین دنبه. خدا وکیلی میکنه عین دنبه؟ چی؟ میگم راست میگی میکنه عین دنبه؟ آها نشد عین دنبه شما پولشو نده. خب آقا فردا بعد از این وقت آزاده؟ نه 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 تا هفته آینده وقت نیست اصلا. مهی جان جان قصی ماساژ میدی؟ نه بابا قصی چیه؟ هر چقدر پول دادی همون قدر ماساژ میدم. انواع ماساژ هم دارم من. هد ماساژ، فینگر ماساژ، فوت ماساژ، کدومو میخوای؟ همون هد ماساژ قصی بیا. نه بابا دیگه هد ماساژ چیه که قصی بیای؟ میخوای دماغ تو ماساژ بدم؟ آقا بس بابا دم بو ماساژ و دماغ. این حرف میزنه. اینو خب بچه‌ها. من داشتم در مورد شغل من حرف میزدم. من یه سوال گفتم. بس بس آقا ما اگه امشب نتونیم دیگه کن چه خر مغیلنی رم تو دستم. ما اگه امشب نتونیم با این شکرش بکنیم بزنیم بیهوشش بکنیم فردا جواب اهل عبد یه چی میخواییم بدیم؟ بله آفرین آقا نوری آفرین. منم همینو میگم اینا انقدر سهلنگاری میکنن آخرش هم این گرگه دوباره میاد زهرشو به من میریزه. برو با اتونم یه جوری میگه گرگه میگه زهرشو به من میریزه انگار یه جای سالم تو بدن آقا نذاشته. یکی گذاشته؟ دلم درا هنوز قصه کاشمو کامل پرداخت نکردم باید برم ریشم هم قصی بکنم. خیلی کن شانس من بدبخ همیشه این طرفش هم میفته برم خب چکار کنم؟ برو طرف برو طرف کنم خب هر طرف میرم با کیوان کردنم ماشش خیلی خیلی سفت کیوان بوام سیخ هم راده؟ آخه چه سوالی مرد حسابی من نمیدونم چرا هرکی سیخ میخواد یه راز میاد سراغ من. نه 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 ام گاز منظوری نداره میگه که سیخ امراد بهش بدی بزنی توی این لوله توفنگ باشه شلشکت باشه. آقا حالا هرچی بابا من نه سیخ داشتم نه دارم نه خواهم داشت. شما خانه من زیر رو بکنی سیخ پیدا نمکنین هیچ سنجاقم پیدا نمکنین. ای بری کلا بری کلا افری خودشه ای گرگ نابکار بیا بیا پیش امو کاووس بیا امشب دیگه نمیتونی لاشه گوسفنده به نوش بکشی بیا که کاووس بخواد وسط دو ابرو در نشانه بگیره. گرگم مگه ابرو داره؟ چه بوده؟ هیچی نگیر هیچی نگیر گمانم داره خودشه به ما نشان میده. چیزی میبینی؟ نه هیچی نمیبینم. به کی؟ اما یه صداهایی از پشت سرم داره میاد. والا منم یه صداهایی داره میشنم. بفرما فکر کنم این گرگه به جای گوسفنده روسته اومده سراغ من. بابا بله فری بود گرگه تو برم فری بود فری بود فری بود فری بود فری بود فری بود فری فری بود فری بود فری بود اونه هست اونه هست اینجاست 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 جلو نیای جلو نیای. چی شد؟ جایی تو گاز گرفت؟ خونریزی داری؟ جایی با گاز نگرفته. فقط گلاب بروتون با ادرارش دور من کروکی کشیده. چه بویه میده؟ آخه این کار چه معنی میتونه داشته باشه؟ حیوان بی حیا معنیش اینه که پریبرز از آن خودش میدانه. این کاری هم که کرده یعنی هیچ که حق نداره به پریبرز نزدیک بشه. همین. خب خدا رو شکر بالاخره این نفر تو رو گردن گرفت. این صدا روستاست. گرگه ما رو فریب داده آورده پشت تپه خودش رفته سراغ گوسفندا.
ای لعنت یه دوست داشتنی، باور بکن تو مدت عمرم از این تو حیوانی رکم نخوردم. ای بریکلا بریکلا. آقا پس بریم تا اتفاق بریم. آقا کجا آقا؟ تمام برسیم گرگه زده رفته. تو این مدت این همه گوسفند زده، هفتش رو دیگه هم روش. گوسفند چی آقا؟ جوان نخبه. زن و بچه ما اونجا. آقا کجا میرید؟ من استرس که میگیرم پاهم از کار میفته. منو تنها نذارید اینجا. وحید با هم بگیرش کن بیارم. آقا خدا شاهد من دو ساعت میشه دوش گرفتم و خدا شاهد کار من نیست. حرف زیادی نزن ورشا بیاد. چه گرفتاری شدیم، چقدر بدبختیم من. چه کار سخته بریم. فریبرزگیان ببین میتونی بدون اینکه لمس بدنی با من داشته باشی سوار کولن بشی یا نه؟ من دیوید کاپرفیلدم. گاز نگرفتن، مگه شما نرفته بودین کمین و گرگا؟ خب با اجازه تا الان سیراب شیران گوسفندا دادن بار گذاشتن. یعنی چی بابا؟ میگم حمله کردن چیزی چیزی چی داره حمله دار میکنه؟ امشب خیلی وحشی شدن. امشب خیلی وحشی شدن. خدا بیاد چی شد؟ برار کنید، برار کنید، خیلی وحشی شدن. شما بری جلو، نه تا شما بری، شما بری، بیا 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 جلو، بیا بودو فرار کنی، فرار کنی، برگردید داری میاد، داری میاد. یا خدا عمر برگرد، فرار کن، فرار کن، فرار کن، فرار کن. مگه من به شما نگفتم تا گرگه نگرفتم از خانه هاتون خارج نشیم؟ همه نقشه ها رو به هم زدیم. اومدید بشه میکنم باشه 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 چی بود؟ همون کاوس گرگه 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 دو تا گوساله رو لاتوپار کرده. الان تو تویلگه دارن جولان میدن. فقط دارن زمینا رو نجات بدن. یعنی الان گرگه توی تویله شما است؟ آره به جان خود. بازی تمام شد آقایان. یقین بدانین امشب جنازه یک یکی گرگه تویله شما میدن. فردا در این روستا روز دیگری است. مخاوسی هر اجازه بدیم من بجای شما شلی کنم. شما چون دیده شب دیگه کم مشکل داره. بیریا میگم به خدا. رامو کیوان حالت خوبه؟ چطور مگه؟ تو هم مثل من ترسیدی. آره من؟ من اصلا گرگ نمیترسم، فقط یکمی چندشه میشه، همین. حتما همینطوره. میگم چیزی همراهت هست که حالتو خوب کنه، چون بد جور عرق کردی. خجالت بکش، این همه آدم ترسیده، منم روش. یعنی چه چیزی همراهته؟ چه مثلا؟ بابا من اصلا منظوری ندارم، گفتم اگه چیزی همراهت نیست من یه چیزی بهت بدم که حالتو خوب کنه. راست میگی پسرم، ای درود به هوش شرفت، جوری که کسی ندانه ردش کن بیاد. بابا اینجور بسرده آدمیست بابا بیدانم. علاقتو خوش کن که سر من نخوری. بدرود ای تو فوزاتت بیاد جوان جد، واگذارت کردم به خدا. دلم از سوزنی خدا دلتم به سوزنه. Yes.
مگه نمیخوند از شر گرگ لعنتی خلاص بشیم؟ دست به جبانی خوب ما میخواییم بیایم امو کاوس، ولی خود شما گفتی گرگ اگه جمعیت ببینه رم میکنه دیگه نمیشه زدش. هره خودت گفتی گرگ خاکستری گفتم باوی باوم این گرگ سفیده، گرگ سفید باید دست جمعی بهش حمله بکنیم. خدای آقا نوری، بای خدا بدبخت نما آقا نوری. شده اوسا غلام چی شده؟ من تازه پشم گوسفند همه زدم، همش تو طویل است. الان با کاوی اونجا قاطی شدن، اون پشماتی که به درد نمخوره. بده سرت مرد، تا چشم هم بذاری پشم گوسفند ها در میاد، ناراحتی نداره. اون الان دیگه شده پشمک. بابا وقت تنگه عزیزم. من مکاوز کن چیکار بکنی؟ اگه شما تشریف نمیدید بدون اصلا هر من خودم میگم. نوری جان بحث من خدای ناکده بحث ترس نیست، بحث آموزشیه. او یس دتس رایت. جوانای آبادی ما باید بتانن گرگ خاکستری از سپی تشخیص بدن یا نه؟ خب آقا چرا از خود فریبرز نمیپرسین؟ گلاب بروتون بالای تپه گرگی یه دور چرخیده. فریبرز جان چرنگی بود؟ نارنجی. اونو نمیگم که، خود گرگه چه رنگی بود؟ آهان خودش خاکستری. برو برو همون کاویز کنی، انشالله به امید حد برای بطل میزنیش. برو بگید بلا از بحره، بگید بلا. برو برو واقعا اون گرگ چیزش نارنجی بود؟ آره احتمالا این به کمپلکس کرده بوده. چی فهمزه گفتم؟ ردش آقا نوری، من از گرگ شانس ندارم، اگه اجازه بدیم من برم. برو بابا جم، برو فقط حواست باشه، مراقب خودت باشه، از بقل برو اپلای سرت نیست بدبخ. فقط بیری آقا زدش چیم بریم زدش بریم اینجاست بیاییم یواش برو اینجاست مخاوز که زدیش؟ کجا افتاده پس؟ مخاوز؟ خاکستری بود نوری، تو چشام نگاه کرد، یه بریه گرفته و دندان رو انداخته رو کولش و بعدش یواشکی رفت از این روزنه بیرون. و همون موقع بود که شما شلیک کردید؟ شلیک کردم، اما تیرم زوزکشان فقط با اختلاف بسیار اندکی عبور کرد و رفت. یعنی فرار کرد؟ برگه منو با خودش برد؟ آری برد، اما او دوباره به محل ارتکاب جرمش برگشت. او بره گذاشت و رو پشت بام آمدود که بره دیگری با خودش ببره. دوباره تو چشای من زور زد، منم تو چشای او زور زدم، او زور زد من زور زدم. خب کی اول خندش گرفت؟ و اینجا بود که شما تیر دوم شلیک کردی، درسته؟ دقیقاً. اما این بار خوشبختانه زدمش. البته به اعتقاد خودم زدمش، اما خب گرگه برای خودش اعتقادی دیگه ای داشت، به همین خاطر او یه بره دیگر انداخت رو کولشو از همین روزنه رفت بیرون دوباره. یعنی تو چشات نگاه کرد و تو تا از زبان بستای منو گرفت به دندان و با خودش برد؟ آری؟ آری؟ آقا نوری برام بشم گوزفندم ببرش بیرون، ببرش بیرون، یه آب خونکی بهش بده. الان تکلیف چیه؟ ما باید چیکار؟ Thank you.
ای گرگ نابکار کدام طرفی رو؟ آی رونه من نمیدونم این گرگه کرا دست از سری بچر بر نمیداره. نمیدونم اما کابوس این دفعه اسلحه داشت بهم شلیکم کرد. آی رونه آی دقیقه بیجه میدی که در خون ریزی میکنه. باید بگیریم بگیریم بگیریمش کل کلش کنیم. خدا قوت فردا روز دیگر ایست ها؟ کنید این شمشیر رو. این شمشیر دست نقره‌ای معروف متعلق به میزا معید خان مستجاب و دعوه است. چه بسیار توریستایی که هزاران هزار یورو هزینه میکنن از اقصا نقاط اروپا میان اینجا که فقط اینو ببینن. این همون شمشیریه که 480 سال پیش در نبرد دارکستار فرو کردنش تو شکم میرزا. ولی می که داخل محوطه شکمیش بود پیمود تا فقط به مردمونش اعلام کنه که دارکستار به وسیله دشمنانش چی؟ شکست بود. ولی متاسفانه افتان و خیزان همین که به مقصد رسید ببخشید احساساتی شدم. ملافه ها رو ببر. تازه متوجه کلن مسیر رو اشتباه رفته و اینجا اونجا نیست و مردموشم اینجا نیستن. ایول بعد این جورابه که اونجاست اون داستان خاصی پشتشه؟ 100%. ببینید شما هر چی که اینجا میبینید بر خودش یه قضیه ای داره. این جوراب متعلق به اون پرستار مدسه و معروف انگلیسی فلورانس نایتینگله. نمیدونم به گوشتون خورده یا نخورده. ای وای این جوراب ایشونه؟ نه دیگه این جوراب همسر ایشونه. وا این که میگن اصلا ازدواج نکرده. نکرده؟ نه. خب آره خب نکرده. ببین اینا در شرف ازدواج بودن که فقط به خاطر همین جوراب که میبینید قضیهشون کنسل شد. چه خبره؟ افشین یه دقیقه بر خانم آقایون توضیح بده تا من برم برگردم. با اجازت. سلام علیکم. داشتن راجع به جوراب شوهر فلورانس ماتینگل بود چی بود؟ صحبت نایتینگل هی کار دیدی که آقا ناسلامتی اینجا هتل آمان چشی همچین میکنید نبره آقا اینا رو تو این گوسفندا رو ببر بیرون. برم شما بیرون گرگ تیکه پارشان بکنه. آخه به تو هم میگن انسان. دکتر من کجاست؟ بگو بیاد یه نگاهی به پای زبان بسته بندازه. آقا تو اتاقا داره ملافه عوض میکنه. چه کار میکنه؟ دکتر من فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری کلان شهر فرستادیش ملافه عوض میکنه. آقا دی وای بابا خب این بعد اکسیژن بهش بزن. دروش خالی کن قایش میکنه. پرستار نمیخوام. آقا زن منم دکتری بلده شیرنگر. بیا نگاهی به پایین بنداز. اما کاوت ما چیز داری تو رانه پاش بیا. آی قوشما
از کجا معلوم تیر من بوده؟ هنوز چیزی ثابت نشده. آقا لطفا منو معاف کنید. البته من پزشکی قبول شدم ولی چون شهریش بالا بود وحیدینا نذاشت برم. چشم داره سیاهی میره. این بچه داره تلف میشه. اصلا بزنیش رو کول من میبرم. این دکتر تو کدوم تقدر ملف آورد میکنه؟ میبرمش میگه بیارش خشم بیارش بیارش ولش کن ولش کن ولش کن ولش کن. ای بابا خود نه نه سنگین ها؟ یه عقم زوردرتری میخواد که وانگر میتونه نمیشه. آقا داری اصلا نمیخواد داری شما بالا. من خودم میرم بهش میگم. ولی اینقدر شلوغش نکنید. اینجا توریست خواهیده. سرشو بگیریم بالا. سرشو بگیریم. ببخشید معذرت میخوام بابان خانم، این صورت الان جراحی پلاستیکش چند در میاد؟ صورت ایشان یا صورت شما؟ خیلی قنجی منجو بمزه گفت. خب خوشبختانه تیر وارد پاش نشده، فقط ساییده به پاش. خدرش زخم صورتشان هم که همچی خیلی جدی نیست. از شما درد نکنه. الحمدلله خدایش. حسن تیره مکاوس همینه، هیچ وقت به هیچی نمیخوره، در فضای آزاد سیر باوان دخترم، به اینا گفتی عروس دانشگاه پروفسور سمی چه بشت گفته؟ بابا گیان خیلی چیز مهمی نبود، هر که بششان سلام میکرد هیو جوابم میدادن. فروتنی نکو، به بعضی ها گفته سلام، برای بعضی هایم کله تکان داده، ولی به باوان گفته جدی ساته. گفته سلام دخترم. های بری کله خیلی خیلی خوبی بود، واقعا سورپرایزم کردیم. فقط حیف که وقت کم بود. مدیریت بومگردی شب خوبی برای همه تون آرزو میکنه. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. ببخشید ای سلطانی، اون جورابی که داخل آویزان کرده بودی جورابه ننه من نبود؟ کدوم؟ جوراب فلورانس نایتینگل رو میگی؟ خیر، جوراب ننه سلمان رو میگم. از اون جوراب پشمی این رنگی فقط یه دونه هست، اونم مادر من برای خودش بافته بود. خدا شاهده تو آشغالا پیداش کردم. تو آشغالی؟ بله، چهار تام سولاخ داشتم به خود همین خانم دکتر رو پوش کرد. فقط لباس مهمانی من موجه عویزنه قبش کرده. توی مدن رفتم لباس کار ببوشیم، یه لحظه درش آوردم برگشتم دیدم نیست، فرداش دیدم سر و کلش اینجا پیدا شد. دارا خوش نمید آقنودی، اینجا تشکرتونه. من دارم فرهنگ منطقه رو به مردم معرفی میکنم. آقا شلوار من رو بلند کردی میخوای ذهن گردشگر رو دارم در بستر تاریخ غرب کشور به چالش میکشم. اون موقع اینجوری به من میگی؟ او یس دتس رایت. ما نخواهیم با این اطلاعات غلط قلوت ذهن گردشگرای به چالش بکشی، باید که ببینیم. نمیخواد به چالش بکشم؟ نه. این آقا فریبرز پول دار دواشو با این خانم دکتر رو بده، من همین الان میرم. یعنی چی؟ من تیر خوردم باید هزینه دارو درمانم خودم بدم؟ نه پس من بدم. یکی دیگه چشاش آلبالو گلاس میچینه موقع تیراندازی، اون وقت هزینه گاز استریل و بقیه دارو دواشو باید بومگردی بده؟ آقا سلطانی، امو کاوس تیر انداخته، با احترام نگه دار. آخه درست، هنوز چیزی مشخص نشده که من بودم یا نه. درست، ولی ما حاضرم تمام و کمال هزینه این مردم بپردازم. همین. دست شما درد نکنه. آقا کاوس، من از شما پول میگیرم. روز مرگم برسه، روزی که اجازه بدم این آقا کاوس دست تو جیبش بکنه. جیب نه بوم، جیب نه. تو جورابی میشه. بفرما. آقا باز اون قابل نداره. اصرار میکنی کارت خانه ما اونوره. تشریف بیادم کاوس. تشریف بیارید. بریم بابا. بفرما. اینا دارو پونه اولو بگیرم. بفرما، از دست او گرگ فرار کردیم، افتادیم دامن ای گرگ. به خدا هیچ کس، هیچ کس از دل من بدبخت خبر نره. موسا غلام، ضرر مالی قابل جبران، عزیزم نگرانی نداره. دوستان عزیز، همگی توجه بکنید. من به عنوان عضو علی‌البدر شورای ده اعلام میکنم که خسارت تمامی مال باختگان از محل صندوق شورای ده پرداخت خواهد شد. لذا فقط باید اهالی بگن که چه تعداد از گوسفندانشان نفله شده. همین.
ما 4 تا گوشتی 2 تا پشمی 3 تا پشمی 1 گوشتی 4 تا گوشتی پشمی چه حرفی سلمان گوشتی پشمی نداریم گوسفند بله من داشتم از استرالیا آورده بودم خب کسی ادریس تو چه؟ تو چیزی ازت نبرده؟ خواست ببره اما چشش به 14 تا بچه ای من افتاد جا زد با خودش نشست یه حساب کتابی کرد یه چرتکه انداخت دید هر کدام بچه هم یه سیخ فرو بکنن به شش 100 تا داشتن این بود که بگیم بچه ها با حساب این چه بکنین؟ مادرت هم تنها سلام گرگ میزنه به شش برین برین دیگه دوری چه؟ برین دیگه آقا فقط محض اطلاع شما من از بکنم ببخشیده صندوق 95 زد تومن پول توش نیست نمیدونم چجوری بخوای پول خلق خلق پش میاره بدی والا والا دوستان من شرمندم حرف من پس میگیرم من گفتم این حیوان گرسنه است لازمه زندگیری بشه فکر کنم عمو کاووس هم عمدن نمیزنه هم کسی باشه دلش نمیاد بزنه دیگه جدی؟ به چطور دلش اومد منو زد؟ بابا تو رو ندیده که تیرش خورده بهت. اگه دقت میکرد تو رو بزنه که نمیتونست بزنتت. آقا تو 4 ماه اندازه 8 سال دفاع مقدس محمد خرج کرده بعد الان ایشون میگه دلش نمیاد بزنه. ببخشید. دیدیم لباساتون خیلی قشنگه. اجازه است یه چند تا عکس باهاتون بگیریم؟ شرایط روحی مناسبی نیست. خیلی ممنون. وای. شان لباسات نه. ببخشید. سیبیلاتون میافته. شما میگیدی؟ بازم قابل نداره خدا میدونه من اصلا روم همیشه از شما پول بگیرم شما همین که اون مهر شورا رو میزنی پا مجوز ساخت و ساز من برا من بسه سلطانی هر وقتی تکلیفتو با ماکوس روشن کردی این مهر و مجوز و خیلی چیزای دیارم در اختیارت بابا اونم به چشم شما فقط اون تیری که زدی باید مهمون ما باشی تو اول کارت میکشی بعد میگی مهمان من باش درست؟ ها؟ ها میگی کاغذ داشت کی کاغذ گوشت روی؟ آقا سلطانی من گذاشتم بفرما همو کاموس جوانه این دور زمانه رو ببین برو گم شو باشه آقای سلطانی جنکن تو خدا یک لحظه نه جلتن آقا سلطانی کاری به من نداری من دیگه برم بازم که داری یه ساز دود میری علی با خدا حالم خیلی خوش نیست با خدا این پلک راستم حی میپره بعد کلیه چپم در میکنه ای چی با پلک چپ و کلیه راستت کار کن نه خیلی نمیشه آقا سلطانی جان اگر من الان یک چیزی رو خورد میدم به خدا قلم یک جوری میشه میسوزی دو ساعت دندون رو اون جیگرت بذار قورت نده کار این آشپزخونه ما زمین نمونه نه آقا سلطانی نمیشه بس آقا بس آب قوره نگی باسمو برو دست دلگونه من این شلاف بردن جو بایم کنم بیدون سلطانی این پسره فرامرز نبود فرامرز دیباله هم میگم آ چرا آقا خود خودشه اینجا چه میکنه؟ آقا یه آدم ضعیف نحیف لاجون منم که خب خیر احساساتی شدم استخدامش کردم جوانای آبادی خودمان همه بیکارن صبح تا شب علافن بعد تو رفتی یه نیمسو زده بالا آوردی اینجا استخدامش کردی این حرفه؟ دلم سوخ آقا میفرماید رحم کن تا بهت رحم بشه سلطانی تو رحم بکنی من بهت رحم نمکنم یه دفعه دیگه این پسره نیمسوز اینجا ببینم پشت و گوش دیدی این مور مجاوزم دیدی گرگا آمدن احادی کجایی؟ کجایی احادی؟ ها؟ ها؟ یه پانسمان این همه وقتی من آخر؟ چه خبره؟ امو کابوس بقیه کجا قایم شدن؟ بزنی؟ لبخند دندونی نه این تار شد یکی دیگه؟ همه خنده؟ بیستادی لبخند کج میزنی سکتی میگیریم برای من او بیرون گرگا دارن از دوخه زمستان سال دیگه شانه موارن بجان میتو بیرم 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 بجان میتو کیج محافظت در مقابل درندگان فقط 1,750,000 دارد
چیه با بگن؟ چرا نمیخوابین شما؟ شما الان کاملا در امن و امانی، شما را آوردن پیش خودم دیگه، الان دردتون چیه؟ ها؟ نه دیگه، ببین، ببین شما دیگه خیلی بدبینی. یعنی چی کار کار خودشانه؟ یعنی ما از قصد شما رو برمان تومن میفرسیم تو دهن گرگا؟ ها؟ واقعا بی‌انصافی این حرف دیگه نه؟ و همین حرفه رو تو به اینه یاد میدی دیگه، اینه قبلا از این حرفه نمیدنی. بفرما، بیداره، داره با گوشبنده اختلاف میکنه، اما بیان. آقا، من نونته میدیم، آبته میدیم، دونته میدیم، کوفتته میدیم، زهرته میدیم، تو چی کار میکنی؟ این پش میبولن میکنی برای ما و همه. بابا چی میگه؟ بعد همه بکنن کرونا داری با ما قطع رابطه بکنن. بابا گیان دوست داری قرنطینه بشی بعد سلمان و فریبرز از غیبتت سوء استفاده بکنن یا برن رو مخ من بی جا میکنن؟ من بالاخره باید مراقب این گوسفنده باشم یا نه؟ همه جاده تو برو بخواب. چرا؟ ما هستیم. کم خوابی اندازه سیناپس های مغز به میزان 18% کاهش میده. راست میگه. سیناپس چیه؟ آمگیان سیناپس یه ساختار زیستیه. از طریق سیناپس سلول عصبی پیام میبره به دندریت نورون های دیه. او راست میگه. خب حالا واقعا سزاوره که عمه من با این علم و دانش بیاد مراقب گوسفند باشه، بعد اون شوهر ناکرامد و چلا چفت شما از معلوم نیست کجا از سر شب نصف گوسفنده ابدی گرگ برده، ما اصلا ایشانه ندیدیم. بابا گیان مهیار من عادت داره شبا زود بخوابه. چرا؟ چون 4 و 5 صبح بیدار میشه گوسفندهای مردم هم میبره. چرا؟ الهی بمیرم، هنوز به چوپانی عادت نکرد. بابا گیان بخوای شیفتیش کنیم؟ چرا خود؟ اینجوری برای شما هم سخته. شیفتیش میکنیم، هر دفعه یکی مان میایم تو حیات میخوابیم، اینجوری به شما هم فشار نمیاد. عزیزم من اصلا فشار میشه به ام نمیاد، هیچ مشکلی نداره. ایشالله امید حق علیه باطل، امید حق علیه باطل. فردا ما یه جلسه ای داریم، تو اون جلسه شورا میریم که یه تصمیم درستی بگیریم. ایشالله احتمال به سدی بنوید، سدی بنوید، ما به نتیجه برد میایم بیرون. ایشالله اگه برد بردم نبود عیب نداره، همین که باخ باخ نباشه ما ازتان راضی. خب منم میخوام. گناه داری، داره بچه شیر میده، آخه بدنش احتیاج داره، گناه داره، میخواد تقویت بشه شیر. هیچه اینم بدنش احتیاج داره، هیچ بشه در حال رشد، اگه نخوره قدش میسه. ایوا ویلا، خب ندیم بذار بسوزه. اما گنگ چون این همینجوری که داره پیش میره سال دیگه گلابی میده. شما الهی گیان شیرینم بیا عزیز دلم. نه مخوام بابا، کوف بخورم من. باشه. خب امه های عزیز دیگه وقتشه که من اینه بخوابم. امه قشنگ من میخوام برش یه داستانی بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود توی یه ولایتی دو نفر مرد زندگی میکردن. یکیش هم بود اسمش چی بود؟ نورالدین نیرومند و قوی. اون یکی مهیار. یه موقع به روشن نگیه. این مهیار ریقو بدنش متشکل بود از دو تا استخوان و یه ملاقه ملات بیکیفیه. زیبا همزه گفت خلا رازه گفت شما یه واش واش بری. اما گل شب خیر، شب خیر اما گل، 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 شب خیر اما گل. Thank you.
ای قلقلی خود من به ساحل عزیز قربونت برم مامایی مامایی نگاه ماکا دیارا مکروه دوناکا صبح خیر خسته نباشی. اینا چه سه تان دیروز چهار تا بودن که چهارمیش عمرشو داد به شما. وای نگین شما هم گرگ؟ آره دیگه گرگ اون خوشگلرم زده برده. اتفاقا اونو وحیدینا هم خیلی دوستش داشت. شما موافقین خیلی خوشگل و توپل مپل بود؟ بله 100%. اون سوگلی من بود، اون بود نشخار کردن یاد من داد. آخه مواظب باشین گرگ نزنه بهتون. خدا صبر بده بهتون. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما. بفرمایید آقا مهیار، اینم یه لقمه ناقابل برای نخور. ممنونم ازتون. خواهش می‌کنم نوشجونه. به به، چه بوی کتلتی. البته این تو سفره کنار کتلتا بوده، ولی کتلتی نموند که بذارم برات شرمنده. پنیر یعنی؟ پنیرمون هم هنوز عمل نیومده، فردا میذارم برات. آره راستش این نون خالیه دیگه، ولی توی خمیر نونش کره و سبزی داره. بعد عذرخواهی میکنم، ماندگاری بوی کتلتش تا کیه؟ تو هوای آزاد نهایتا 2 ساعت. آه خیلی ممنون. خواهش میکنم. تا موقع میخورم. نوشه جان. خیلی ممنون. بفرم. خداحافظ. مواظبشون باشی. چیزی بگی؟ چی بگم بابا؟ قانونه دیگه. انتظار داری چی؟ من در مقابل قانون قد آدم بکنم؟ فردا بزنه کمر دونستم بکنیم؟ اجازه بدین من یه عذرخواهی بکنم از شما بابت اشتباهی که شده. باید از اول میگفتیم برگزاری جلسه اوغلای ده، نه برگزاری جلسه شورای ده. خجالت بکش عزیز، هیچ حرفی میزنی؟ یه آدمی با عقل و دانش من، با کاریزمای من جز اوغلای ده نیست. وقتی آدمی اینجوری با این تک ترش اوغلای ده. آره اما کیوان رای گیری شده، ولی مشخصه که این بار دموکراسی چهره زشتش رو به شما نشون داده. کیوان جان به سلامت بابا، شما تشریف ببرید، ما هم یواش یواش جلسه شورای شروع میکنیم. راست بفرمایید.
آقا نوری زشته من اینجا برم بیرو تأخیر میشم. اجازه بدین من میشینم ولی هیچی نمیگم، قول میدم اشید آقا میشینی بی صدا، ولی اگر یه موقع خدای نکرده دخالت بکنی بنده علی رغم میل باطنیم از سیکیوریتی گارد شورا خواهش میکنم که شما رو به طرف بیرون هدایت دارم. فدای تو جان و تنم، نگهبان شورا منم. یا که خفه خون میگیری یا الان تو رو میزنم. خفه خون؟ خودت آقا بدون رو دروایسی باید بگم، به نظر من باید امو کاوس دیگه کلن توی تیراندازی استعفا بده. آقا دیگه تموم کنیم این قصه گرگ نقوله و کاوس بلا رو. هیاکو بکه هیاکو، درست آلم یه امتی ننداتم که الان لقب میشه کاوس بلا. کاوس بلا گرگ نقوله چیه این حرفه؟ خجالت نمیکشی این حرف زدی؟ آقا یه رای گیری دیگه میکنیم، اونایی که موافقه به اخراج وحید از شورای اقلا دسته بانه. چرا اخه با او ایه؟ بفرما پشو بفرما. یه حرف هایی میزنی، امو کاوز کهنه سربازم از چشم و چراغم از تاج سرم از بابا. آقا نوری منم خواستم بگم کهنه سرباز زبونم درست نچرخی. همه من میدانیم که امو کاوز سالاره، الانم که هزاره سومه، دنیا داره به سمت جوانگرایی پیش میره. بله آقا، قدیما به گوسفند دو ساله میگفتن بره، ولی الان حیوان چهار ماهش نشده دو سه تا فلفل دلمه میچپانن تو شکمش، به اسم بره میخوابانانش داخل دیگ. یعنی جوانگرایی؟ امو گن شما این گلگو بزن، اصلا تا دوی سالگی تکتیرانداز روسا خودت باشه. کسی حرفی نداره. من به جای گرگ لاله گوش پشیه برا رو هوا میزنم که تو پاشی بری گوشواره گوشش بکنی. خوبه؟ الان توی موقع روز پشیه کجا گیر بیاریم؟ همو گاوز شما یه زحمتی بکش. او بطری هست. کدام؟ رو تخت سنگ. او بطری ها بزن ما قبول داریم. حرفی یعنی دیگه خیال دادن راحته، چیزی نمیگین؟ اما کاوستون رو بزن، من دیگه تا آخر عمرم حرف نمیزنم. باشه. زدمش؟ خودت چی فکر میکنی؟ به جان خودم این اصلا بطری رو نمیبینم. مسلح خطرناک چیزی نگو میزنه. آقا اجازه بدین، یه لحظه اجازه بدین. ببخشید اجازه بدین، اجازه بدین، مکازو نمیشه. بزن اینه ببه، بی خیالی نه مکاوز، شما اینو بزن، اینم بزنی قبوله، دست دارم. آقا او پلاستیک ها نور خورشید در خودشو بور میده، منم چیشم خوب نمیبینش. آها باش، پس این نورو منعکس میکنه ها؟ نه اجازه بده من یه چیزی پیدا میکنم که آها باش وسیله زیاد این که دیگه کاری نداره، همه میزنن خیلی خوب باشه. منو بذار اونجا. این دیگه نورو منعکس نمیکنه مکاوس ها؟ شما اینو بزن باش. کو؟ برای چه میخاندی؟ تو این بلدی توفنگ دست میگیری؟ او دادی یه ساعت و دو ساعته؟ این چه حرکت دیجیشتیه میخاندی؟ آقا یه رای گیری دیگه میکنیم، اونایی که موافقن که سلمان از شورای اقلا بره بیرون دسته بالا. پشو؟ پشو بیتر بده به هر چیزی نمه بخندی که نزد نزنه، او همیشه نمیزنه.
کاری نانی کار خودم اینا جوانن کی برادر تو کمر داری برو معمو کاوس ازش بگی بگیرش خوبش آقا تو این کار نیست بده نه آقا تو این کار نیست تو رو بنیش مام سرور بردی کمی آقایان الان قشنگ توجه بکنین تیراندازی آقا کیو بلنگ تشیک بده تا ما یه راه چاره پیدا بکنیم مخالفم آقا مخالفم درسته او دختر خودش حرفی نداره ولی غیرت ما مردا کجا رفته آقا اگه پیشنهادی دارین چیزی بزنین رو میز من ببین ولی الان تنها گزینه من روناکه گرگان فقط از اون میترسه روناکه حکم مسکن داره منم خیال مبابت گوسفندان راحته پسران مثل شیر بالای سرشان وایستادن ولی باید بریم سراغ این منگ کی زده کجا باید بریم کجا چه مخوای بگی؟ آقا من که بیشترش گفتم یه چیزی هم شما بگی اولش دال داره؟ آری دو تا الف داره؟ دو تا هم الف داره آقا من فکر کنم فهمیدم چیه؟ ده بالا درو شنیدم چه بلایی به سر دان آمده چرا ای طوری خود دانه دارین خارو خفیف نشان میدین چه شده آقا ما حاضرم تمام گوسفندام گرگ بخوره منتی دیبالایی را نکشیم آقا ما که با دیبالا کاری نریم فقط کافیه 24 ساعت همونه بیاریم کارش انجام بده و بره پی کارش خلاص همو یعنی چه قلام چرا ای طوری میکنه همو بگو همون دیگه همون شکارچی همون آقا تمام درگیری ما با دیبالا سر همونه الان بریم همونه بیاریم آقا همون چیه اسم داره رامین شکارچی ببین چه دارم به ادا میگم هر چی که گفتین همجا چالش میکنین بره پی کارش نه چیزی راجع به ده بالا گفتیم و نه همو نه چیزی شنفتین اینه آویزه گوشتان بکنین اینمه شوره ده ماده 8 بند 2 تفسیره 16 میگه در مورد اختلاف بین اعضا شوره میبایس موضوع به فوریت برای گیری اهالی ده گذاشته شود آقا این چه حرفی یعنی ما بنشیم رای گیری بکنیم برای ده بالا نه عمو جان برای همون رای میگیریم آقا همون چیه بابا رامین دیگه بریم آقا عمو قاوز به هر حال ما تا چند ساعت دیگه توی بومگردی رای گیری داریم به همه بگیر خودتونم بیاین که رای گیری کنیم سرمان جان عمو قاوز پاشو بیا بابام بدو بیا کارو داره